به نام خدا، علی دژبرد هستم با فصل اول از آموزش AnyDesk کنترل از راه دور کامپیوتر در خدمت شما هستم. تو این فصل در مورد مفهوم کنترل از راه دور و معرفی نرم افزار AnyDesk توضیحاتی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. کنترل از راه دور توی کامپیوتر به معنای کنترل یه دستگاه کامپیوتری است، در یه دستگاه کامپیوتری دیگه است که به اون متصل شده. این دستگاه یا سیستم ممکنه یه کامپیوتر دیگه باشه، ممکنه یه تبلت باشه، ممکنه یه تلفن هوشمند باشه یا هر دستگاه دیگری میتونه باشه که به شبکه اینترنت متصل شده باشه. با استفاده از کنترل از راه دور یک کاربر میتونه به صورت از راه دور به دستگاه خودش دسترسی پیدا کنه و کاربردهای مختلفی رو انجام بده. از جمله این که به فایل ها و اسناد مختلف توی سیستم به عنوان کاربر از منزل یا محل دیگر دسترسی داشته باشه. دوم این که میتونه سیستم یا دستگاه خودش رو از راه دور مدیریت کنه. مثلا این که راه اندازی کنه، مشکلاتش رو بررسی کنه، حافظه رو بررسی کنه، امثال اینها. سوم این که استفاده از دستگاه یا سیستم به صورت فراتر از محدودی فیزیکی بود. مثلا میتونید شما برای دسترسی به دستگاه خودتون از کشور دیگه هم استفاده کنید. کلن کنترل از راه دور کامپیوتر بسیار مفید هستش. توی شرایطی که به دلیل مسافرت یا عدم دسترسی به موقع امکان حضور توی جای مد نظر وجود نداره، کنترل از راه دور ضروریه. کنترل از راه دور یه سری مزایا داره. دسترسی آسون داریم به دستگاه، یعنی اینکه با کنترل از راه دور کاربر میتونه به سیستم خودش از راه دور دسترسی پیدا کنه بدون نیاز به حضور فیزیکی توی محل دستگاه، کنترل اون رو به دست بگیره. توی کنترل از راه دور کاربر میتونه به صورت ایمن و امنیتی از دستگاه خودش استفاده کنه. با توجه به اینکه دسترسی از راه دور به دستگاه صورت میگیره، میتونیم از روشن شدن دستگاه و در واقع ایدال کردن اون توی حالتهای قابل توجهی پس از استفاده یا اشتباهاتی جلوگیری کنیم. پس صرفه‌جویی در زمان و هزینه هستش. با استفاده از کنترل از راه دور کاربر میتونه توی زمان کمتری از دستگاه خودش استفاده کنه و به هزینه کمتری هم دسترسی پیدا میکنه، یعنی بار مالی کمی روش داره چون نیاز به حضور فیزیکی توی محل دستگاه یا سیستمش وجود نداره. مدیریت و کنترل بهتر دستگاه. با کنترل از راه دور یک کاربر میتونه دستگاه خودش رو به صورت بهتر مدیریت کنه، ابزار نظارت خودش رو در مورد دستگاه و مشکلات اون به صورت سریع و آسون انجام بده. برخلاف مزایا، کنترل از راه دور توی کامپیوتر همراه با چندی این معایبی هم هستش. یه سری از معایب احتمالی توی کنترل از راه دور وجود داره که به اون میپرداز. اول اینکه بحث امنیت هستش. امنیت همیشه 100% نیست. استفاده از کنترل از راه دور میتونه با معضلات امنیتی و نفوذ افراد میشه گفت بد، افرادی که نیت بدی دارن روبرو بشه. بنابراین باید از راه‌های ایمن و مطمئن برای استفاده از اون استفاده کنیم. واسه نقص در عملکرد هستش، موقعی که دستگاه مورد نظر برای کنترل از راه دور خاموش میشه یا تعطیل میشه، بخشی از شبکه ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره و دستگاه و دسترسی به دستگاه‌های دیگر به مشکل روبرو بشه. واسه وابستگی به شبکه هستش. برای استفاده از کنترل از راه دور باید همیشه به شبکه متصل باشید. نیازه که این شبکه در دسترس باشه. در غیر این صورت قادر به دسترسی به دستگاه خود از راه دور نخواهید بود. بحث محدودیت هایی برای برخی وظایف را هم داریم. با وجود اینکه کنترل از راه دور برای بسیاری از وظایف مفیده، برخی وظایف مانند کنترل بازی های سنگین و اجرای برنامه های گرافیکی نیاز به دسترسی فیزیکی دستگاه
داره. به طور کلی کنترل از راه دور توی کامپیوتر برای کاربرانی که به سفر بین المللی یا سفر در واقع خارج از محل اقامتشون تردد زیاد یا کار از خونه نیاز دارن مفیده. با این حال این بحث کنترل از راه دور که ما توی این آموزش بهش میپردازیم نیازمند آگاهی و یه سری پیشنهادهای امنیتی هستش. تعدادی ابزار توی کامپیوتر برای ارتباط از راه دور سیستم ها وجود داره که سریاشو معرفی خواهیم کرد خدمتون. تیم ویور اولین هستش، از بین بهترین نرم افزارهای کنترل از راه دور میشه گفت این ویور گزینه بسیار مناسبیه که برای اغلب اهداف هم کاربرد داره. تیم ویور رایگان قادر به کنترل از راه دور سیستم های ویندوز و مک هم هست. کروم ریموت دسکتاپ ابزار رایگان گوگل برای کاربران مرورگر کروم هستش که بدون نیاز به نصب یا پیکربندی میتونن به عنوان یه برنامه افزونه یا ادان توی مرورگر کروم توسط کاربر پذیرفته بشه. ابزار بعدی ریموت پی سی هستش، یکی دیگه از نرم افزارهای کنترل از راه دور برای دستیابی به کامپیوترها و دستگاه‌های دیگره. ریموت پی سی نسخه رایگانش برای استفاده ابتدایی در دسترس، نسخه ویژم داره ماهانه با قابلیت‌های بیشتر، اونم در دسترس که البته نسخه ویژش پولیه. لاگ می این کنترل از راه دور بعدی هستش با امکانات خاص خودش برای کاربران حرفه‌ای و شرکت‌های بزرگ مناسب. دو نسخه برای استفاده داره، یکی رایگان و یکی ویژه با قابلیت‌های اضافی. ویندوز ریموت دسکتاپ کانکشن یه ابزاریه که نخستین بار توی ویندوز XP ارائه شد برای کنترل از راه دور و از این به بعد هم قرار به صورت قراردادی پشتیبانی بشه و به صورت قراردادی هم پشتیبانی میشه. مهمترین محدودیت این ویندوز ریموت دسکتاپ کانکشن عدم پشتیبانی برای نسخه های قدیمی ویندوز هستش. اما AnyDesk ابزاری که ما با اون کار خواهیم کرد، یه نرم افزار کنترل از راه دور بسیار سریع، مفید، سبک هستش که برای اغلب اهداف کاربرد داره. با قابلیت پشتیبانی از پلتفرم‌های متعدد علاقمندان میتونن اونو نصب کنن و دستگاه مختلف رو باهاش از راه دور کنترل کنن، ارتباط برقرار کنن. سپلش تاپ این ابزار برای اتصال به کامپیوتر و دستگاه‌های دیگه برای مخاطبین حرفه‌ای و شرکت‌های بزرگ طراحی شده. با بهره‌گیری از امنیت پیشرفته SSL و AES و دارا بودن قابلیت‌های امنیتی مثل دو فاکتور ایراد هویت و ضمانت امنیت ارتباطات و کنترل سری و مطمئن کاربردی این سپلش تاپ. مورد بعد VNC Connect هستش. VNC Connect یه ابزار کنترل از راه دور قدرتمندیه که برای استفاده توی خونه و محیط‌های کسب و کار طراحی شده. ویژگی‌هایی مثل امنیت اضافه سیستم کنترل، دسترسی به دستگاه کاربران رو به طور کامل فراهم میکنه VNC. یه نکته بگم که پیش از استفاده از ابزارهای کنترل از راه دور بهتره که یه سری سرچ ها کنید و یه سری موضوعات مطالعه کنید برای اطمینان از امنیت این ابزارها و روش استفاده درست از اونها. اما معرفی نرم افزار AnyDesk رو داریم. نرم افزار AnyDesk یکی از بهترین و معتبرترین برنامه‌های کنترل از راه دور هستش که برای انجام کارهایی همچون کنترل سیستم، انتقال فایل، پشتیبانگیری از اطلاعات، سایر وظایف مشابه به کار میره. AnyDesk با سرعت بالا و کیفیت HD طراحی شده. به عنوان یه پلتفرم قوی برای اتصال به سیستم‌ها و دستگاه‌های دیگه شناخته شده هستش. استفاده از AnyDesk بسیار ساده است، در این حال قابلیت دسترسی به تمامی ابزارها و ویژگی‌های مورد نیاز برای مدیریت و مانیتورینگ رو فراهم می‌کنه. بیشتر ابزارهای کنترل از راه دور قابلیت استفاده توی سیستم عامل‌های ویندوز، لینوکس، مک رو دارا هستند. اما در کنار اینها، AnyDesk با پشتیبانی از تلفن همراه‌های آیفون و اندروید کار رو برای کاربران راحت و دسترسی پذیرتر کرده. AnyDesk اولین نسخهش توی سال 2015 ریلیز شد. به زبان ارلنگ و سی
پلاس پلاس هم طراحی شده و برای ویندوز، مک، لینوکس، اندروید، آی او اس، رازبری پای، فری بی اس دی و سایر پلتفرم های دیگه موجوده. استفاده از AnyDesk یه سری مزایا داره. نرم افزار AnyDesk از الگوریتم کم حجمی استفاده میکنه تا به شما تجربه بدون تاخیر و با کیفیت فول اچ دی رو ارائه کنه. با استفاده از AnyDesk میتونیم به صورت همزمان با چندین سیستم، چندین کامپیوتر ارتباط برقرار کنیم و با اونها کار کنیم. AnyDesk نسخه رایگان اون در دسترس، اما نسخه ویژه هم داره با امکانات بیشتر، قابلیت‌های امنیتی بهتر و پشتیبانی از تعداد بیشتری از کاربران توی دسترس. علاوه بر این سرویس های پشتیبانی AnyDesk هم به صورت 24 ساعته و در تمامی روزهای هفته قابل دسترس هستش. نرم افزار AnyDesk با الگوریتم قدرتمند خودش این اجازه رو به شما میده که به سادگی از راه دور با کامپیوتر خودتون یا هر دستگاه دیگری مثل سیستم های سرور و لپتاپ دسترسی پیدا کنید و اون دستگاه رو کنترل کنید. AnyDesk برای استفاده توی بخش های مختلف نظیر کارهای اداری، تیمهای فنی، طراحان گرافیکی، حتی مدیریت دستگاه های خانگی طراحی شده. به راحتی میتونیم از AnyDesk برای کنترل از راه دور توی سراسر دنیا استفاده کنیم بدون توجه به فرصت زمانی و مکانی. برای دسترسی به دستگاهی ایجاد شده با AnyDesk به شما یه آیدی میده که یه در واقع کد دیجیتالی هستش، از 6 رقم تشکیل شده، مثلا 4561 2 3، که با استفاده از اون میتونید به راحتی از راه دور دستگاه دیگه رو کنترل کنید. پس امنیت در واقع اینطوره که AnyDesk امنیتش بالاست، توی این مورد بسیار هوشمندانه است. مثلا AnyDesk از امنیت کدینگ TLS دامنه عمومی استفاده میکنه یا Public Domain Transport Layer Security، به این ترتیب که تمام ارتباطات شما با حالا سیستم‌های دیگه از طریق رمزنگاری SSL برقرار میشه. کدینگ نانو روی این نرم افزار در واقع ران شده که باعث ایجاد ارتباط با پایداری بالا و بدون حتی کمی تاخیر رو میده. مزایای دیگر استفاده از AnyDesk شامل ارتباطات پویا، محافظت از داده، حریم خصوصی کاربر، پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته و قابلیت استفاده روی یه سری سیستم عامل‌های مختلف هستش. به صورت خلاصه میتونیم بگیم که AnyDesk یکی از بهترین و کاربردی ترین نرم افزارهای کنترل از راه دور موجود بازاره و با ارائه خدمات قوی و بروز توجه کاربران بسیاری رو به خودش جلب کرده. اما AnyDesk بر اساس نیاز یه سری کاربردها رو داره. مثلا بر اساس نیاز کنترل از راه دور دسکتاپ امکان پذیره، پشتیبانی از راه دور امکان پذیره، ورک یا کار کردن از راه دور امکان پذیره، دسترسی هایی به حالا به اشخاص مختلف دادن برای سیستم قابل در واقع پیاده سازی امکان پذیره، از دستگاه تلفن همراه هم در واقع پشتیبانی میکنه، بحث فضای ابری هستش که اونم امکان پذیره و راه حل نهایی بهتون میده و از راه دور امکان همکاری وجود داره. این بر اساس نیازها. اما AnyDesk بر اساس سند هم یه سری کاربردها داره. مثلا توی بحث آموزشی یا ایژوکیشن، توی گارمنت، توی دولتها، توی شرکتها، توی خلاقانه رسانه، بحث فناوری اطلاعات و خدمات هم یه سری کاربردها داره AnyDesk. اما از لحاظ قانون کاربردش رو بخوایم بررسی کنیم، بحث حمایت کردن، بحث رهبری فناوری اطلاعات، حالا این فریلنسرها میتونن استفاده کنن، کاربردهای شخصی داره، کاربر شخصی میتونه استفاده کنه و یه سری از کاستومرها یا مشتری. با درس دوم از فصل اول آموزش نرم افزار AnyDesk کنترل از راه دور کامپیوتر در خدمت شما هستم. توی این درس میایم به بررسی سایت نرم افزار. اگر وارد مرورگر خودتون بشید و کلمه AnyDesk که اسم نرم افزار هستش رو سرچ کنید، اولین
نتیجه جستجو آدرس نرم افزار هستش، آدرس رسمی نرم افزار کنترل از راه دور برای کامپیوتر یا همون انی دسک. توی ابتدای کار ما لایت مود و دارک مود رو داریم، در واقع تم صفحه رو میتونید شخصی سازی کنید. یه سری منو وجود داره، مثلا اینجا بهتون توضیح میده که چرا انی دسک، خب راحل هاش برای کجاها هستش. سرویس هایی که میده کمپانی ها و میگه همین الان نرم افزار رو بخر اگه نیاز داری پولیشو. توی این قسمت وای انی دسک، چرا انی دسک، شامل مزایا هستش و ویژگی ها و همه پلتفرم ها. اگر شما بیاین مثلا این بحث امنیت رو باز کنید، اینجا بهتون توی در واقع مدیریت هویت و دسترسی یه سری توضیحات رو میده. با IAM یا IAM میتونید خطر دسترسی غیر مجاز، نقض داده و سایر حوادث امنیتی رو به حداقل برسونید. فقط کاربران مجاز میتونن به دادای حساس دسترسی داشته باشند یا اقدامات خاص رو انجام بدن. توی بحث گزینه‌های استقرار یا deployment options، در واقع گزینه‌های مختلفی برای رفع نیازهای سازمانی خاص مثل بسته‌های MSI برای استقرار ویندوز، همچنین استقرار از طریق ابزارهای مدیریت دستگاه یا سکریپت بچ موجوده. حالت حریم خصوصی صفحه از راه دور رو میتونید سیاه کنید و به صورت خصوصی روی دستگاه کار کنید. داده‌های حساس توسط افراد غیر مجاز قابل دیدن نیستن. ورود به سیستم یا SSO موجود استش. با پیاده سازی سینگل ساین اون یا SSO میتونید امنیت رو افزایش بدید، خطر سرقت رمز و عبور یا حملات فیشینگ یا حملات جعلی، حملات فیشینگ رو کاهش بدید و در این حال روند ورود به سیستم رو برای کاربران تسهیل کنید. سیشن لاگز، لاگ های جلسه یا سیشن رو هم ذخیره میکنه. این انی دسک ردیابی و نظارت بر فعالیت های دسترسی از راه دور با استفاده از گزارش های سیشن ها یا جلسه برای اهداف انطباقی و امنیتی رو دارا هستش. وان پرمایسس در محل میگه که این انی دسک رو میشه روی سرور محلی خودمونم میزبانی کنیم تا کنترل بیشتری بر اقدامات امنیتی داشته باشیم و اطمینان حاصل کنیم که داده‌ها مطابق با سیاست‌های امنیتی سازمانمون محافظت میشه. مدیریت دسترسی رو داریم، تعیین میکنیم که کدوم دستگاه میتونه با لیست کنترل دسترسی با ما تماس بگیره، اجازه یا رد مجوزهای تعریف شده برای کاربری که با تنظیمات مجوز به دستگاه ما دسترسی داره رو امکان پذیر میکنه. احراز دو مرحله‌ای رو داره، احراز هویت دو مرحله‌ای از سیستم دوبار محافظت میشه، در واقع از گذر واژه‌های یک بار مصرف مبتنی بر زمان یا همون OTP برای اتصال و حساب مای انی دسک استفاده میشه و همینطور دسترسی تعاملی رو داره. میتونید تصمیم بگیرید که چه زمانی میشه با دستگاه ارتباط برقرار کرد. دسترسی تعاملی رو به طور کامل میتونید غیرفعال هم کنید. اما این all platforms رو اگر کلیک کنیم به عنوان why any desk توی بحث benefit یا مزایا، میاد بهمون میگه که این در واقع انی دسک برای ویندوز، برای مک، برای اندروید، برای iOS، برای لینوکس، برای رزبری پای موجود هستش و میتونید توضیحات رو مطالعه کنید. برای هر پلتفرمی که خواستید اون رو دانلود کنید و نصب